یه بار که شد مزه بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید که خوب و صحتمند باشین. بازم خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. قسمی که شما تصاویر تماشا کردین، خوشبختانه که یکی از تاجران ملی افغانستان به همکاری امارت اسلامی افغانستان و سایر وطنداران عزیز در ولسوالی شکردره، یکی از بزرگترین سردخانه های میاری با استانداردهای جهانی را ساخته که بسا جای افتخار است که هموطنان ما کوشش میکنند که در کشور خود باقی بمانند و در اینجا هم سرمایه پولی که دارند در اینجا سرمایه گذاری بکنند. خوشبختانه هیئت رهبری شرکت سردخانه ریاض مدبر رحیمی این سردخانه بزرگ را ساخته که با حضور مقامات امارات اسلامی افغانستان و همچنان اتاقهای تجارت این سردخانه به خیر افتتاح شد که من بعد میوه های تازه افغانستان فاسد نخواهد شد و در این سردخانه ها نگهداری میشه من بعد به خیر، تا باشد که هموطنان ما که باغدار هستند، دهقان هستند، میوه های تازه دارند در باغای خود و همچنان در درختان خود به می اساس اینا را جمع‌آوری و در این سردخانه نگهداری میکنند تا به
وقت زمانی که هموطنان ما ضرورت دارند بازار عرضه میکنند که بسا جای افتخار است. قسمی که شما در جریان هستین، ما در فصل زمستان رومی را حتی به کیلوی 100 افغانی خریداری میکنیم. فعلا که ما در کابل قرار داریم، یک سیر یعنی 7 کیلو رومی را به 40 افغانی و به 50 افغانی خریداری میکنیم. این سردخانه های میاری میتوانه هموطنان ما را بالخصوص دهقان ما را امیدوار بسازه که دیگر کشتکار بکنن و همچنان ناامید نشوند. به خاطر از این که هموطنان ما در نقاط مختلف بالخصوص دهقان عزیز ناامید شدند زمانی که اینها رومی کشت کردند و همچنان میوه در درختان از اینها بود، مثلا انگور، سیب، انار، اینها در بازارها به بیع ناچیز به فروش رسید که حتی خرچ کرای موتر از اینها را برآورده نساخت. به می اساس سردخانه ها یکی از کارهای مهم و اساسی است از جانب حکومت بلخصوص تاجران ملی افغانستان است که این سردخانه ها را می سازند تا باشد که دهقان ما دیگر بخیر من بعد ضرر نکنند. نه شما دعوت میکنیم برین جریان افتتاح این سردخانه را در ولسوالی شکردره ولایت کابل تماشا بکنین و ببینین که مسئولین به خاطر معیاری ساختن این سردخانه چه کارهای انجام داده و چقدر پول مصرف کنند و کدام میوه ها و همچنان دیگر سبزیجات را می توانند در این سردخانه نگهداری کنند تا به موقع در بازارهای افغانستان بخصوص در بازارهای کابل عرضه بکنند. شما هم جریان افتتاح این سردخانه را تماشا بکنید، در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. حضور نهایت گرانقدر افغانستان اسلامی امارات مسئولین و دولسوالی چارو او دمیتی زواکنو مهمانان که از دور نزدیک دلیل تشریف آوردن، قوم های محترم ولسوالی جبل سراج، از ولسوالی شکر داره، ولسوالی میر بچه کود که در اینجا حضور کرد پیدا کردن، هر کدام شما را تشریف آوری شما را در محفل ما خوش آمدید است. انشالله که خوش آمده باشین و صفا آورده باشین. جا دارد به نمایندگی از شرکت سردخانه میاری ریاض مدبر رحیمی از تک تک شما تشکری بکنم و به نوبه خود تانسته باشم در مورد خود کارخانه و خود سردخانه که از انگیزه احداثش که چه وقتی احداث شد و با کدام مفکوره خدمت شما روشنی بده. اگر چند بزرگای در اینجا تشریف دارن که از وزارت محترم زراعت، از بخش اقتصاد ما، همه و همه در اینجا از محتویات و ارزش های خود بخش زراعت و سکتور زراعت آگاه هستن، نمیخواییم من اضافه روی بکنم و من میخواییم چیزی را در خدمت شما برس برسانم که ارتباط من بگیره به فلسفی خود پیدایش آدم علیه السلام. وقتی خداوند آدم علیه السلام و در زمین پیدا میکنه، از خاک پیدا میکنه و تمایلیت خود انسان با خاک وصل میکنه که در این خاک باید آدم زحمت بکشه و امروز جای عزیز است که از فضای امنیتی که در کشور ما و در وطن ما استقرار پیدا کرده و حاکم است شکران نعمت بکنیم و از تک تک امارت اسلامی افغانستان اظهار سپاس و امتنان و تشکر بکنیم. این موضوعی است که در این موضوع نه ریا است و نه تملق و هر انسان را و هر تجار و هر سرمایه دار فقط روی انگیزه میچره که انگیزه امنیت است. خداوند شکر گذار که در وطن ما امنیت حاکم است و ما این پروسه را پیش گرفتیم. و در موردی که پیشتر عرض کردم خدمت شما، مفوری کاری طبیعتا در وجود هر انسان و در وجود هر وطن پرست و هر کسی که احساس از این داشته باشه و حب وطن را بفهمه که وطن یعنی مادر، وطن یعنی خدمت و وطن معنی بردازی در خدمتش قرار باید بگیریم که الحمدلله او زمینه برای ما مساعد شد. شرکت سردخانه میاری محصولات زراعتی ریاض مدبر رحیمی یک نام نیست،
یک انگیزه است. انگیزش به خاطر کدام انگیزه؟ و همو انگیزی که ما دیقان هستیم و از این وطن هستیم و در همیجا پرورش شدیم، از اینجا پیدا شد و با دید ما از نزدیک با مسئولین و با دیقان های عزیز ما که در اینجا قرار دارن، باغوان های ما که در اینجا قرار دارن، واقعا اگر براتون بگیم که زحمت میکشن، خاری میکشن، عرقشان مگم بیهوده و نتونستیم که ما من حیث یک کسی که در کنار دیقان قرار بگیریم رفع مسئولیت بگیریم، که انشالله امروز وعده امی است که در کنار دیقان ما قرار داشتیم، قرار خواهیم داشت و انشالله ما تانسته باشیم خدمات بیشتر و خوبتری را خدمت مردم ما عرضه بکنیم. قسمی که در جنیان هستی و در این مکانی که قرار داری، در مجموع دو جریب زمین محدود است. از اهالی امین منطقه که فکر میکنم خصایب زمین اصلی در اینجا هم تشریف داره، باید موافقه جانبین با یک اظهار بسیار سپاس و خوشی و تشکری ما را خریداری کرده و پروسی کاریش از طریق ادارات دولتی یعنی ولسوالی محترم شکردره و مسئولینش پیش برده و ما را فقط یگانه چیزی که انگیزه داد و نیرو داد در این بخش خدمات ارشی بیشتره مسئولین ادارات اماراتی و در قسمت هر کسی که هر جای جور میکنه و احداث میکنه و سرمایه گذاری میکنه طبیعتا روی انگیزه میباشه و در اوج مردمش تحلیل و تجزیه میکرده باشه که خوشبختانه امروز ما در جای قرار داریم، در ولسوالی قرار داریم که سابق در این جنگ های موجود بود و در این مکانی که شما میبینید جز از جنگ دیگه چیز نبود و امروز الحمدلله احداث میشه و مردم شریفش و که در اینجا تشریف داره و مردمی که در این قریه هستن از هر کدام از این اظهار سپاس امتنان بکنم. در ما بخش پولیش یاد خدمت شما بکنم که با مشارکت دو برادر، با دو مشارکت دو برادری که آرزویشان خدمت بوده، نه تنها خود برادرها بلکه که بعد از 50 سال بعد آرمان یک شهیدی که به خاطر خدا و به خاطر عزتی وطن گمنام شهید میشه، گم میشه و شهادت شما پسراتش میگیره و امروز آرمان او پدر شهید انجینیر پیرمحمد رحیمی که خودش حضور نداره مگم توسط اولادی که در 40 روزه میباشه که یتیم میشه و از طرف او احداث میشه و پسر دیگهش که در اینجا حضور داره او احداث میشه و باز هم بر شما میگم که به این ملت است و به خاطر ملت است و به خاطر رضای پروردگار که چطور تانسته باشیم به کشور ما و مردم ما خدمت بکنیم و یک زمینی کاری کبیره مساید بکنیم و پیشتر عرض کردم برد که با مشارکت دو برادر از پولی و از لازم مفکوری و منطقی از تیم کاری که ما در کنار خود قرار داشتیم هر وقت برای تشویق و تمجید میکردن بوضوعی کاریم برای و از اونها اظهار سپاس امتنان بکنم که در این راستا مرا کمک کردن و الحمدلله امروز در تجدیدش قرار دارم. در اختتام نمیخوایم صحبت را زیاد داشته باشم، از مسئولین محترم امارات اسلامی افغانستان که برنامه در اینجا تشریف دارن و صدای ما را به بزرگای امارات اسلامی افغانستان پیوست میتن و وسیله میشن، آرزوی ما همی است که صحبت ما را و صدای ما این ملت با بزرگا برسانیم. کار ما کردیم، زحمت کشیدیم و بیلی که صاحب عزت و تمام اوصیای فایی که هست او را در دست گرفتیم و از عرق کار کردیم. فقط از امارات اسلامی افغانستان ارادتمند هستیم که تا در راستای نبود کمبود برق یک معذری بسیار حساسی است و فعلا ما را که جور کردیم فقط در یک نیروی انرژی جنراتور و از تلک استفاده بشه که از لحاظ اقتصادی برای ما زننده است و ما منیس مسئول در اینجا از شما بزرگوارا تقاضای ما میست
که این صدای ما بر ما رسانده شه و تا قسمت برق ما کمک شه. از بزرگان وزارت زراعت ما که در اینجا تشریف دارن، خداوند یار داشته باشن به حق واقعا که وزارت زراعت امارات اسلامی افغانستان از شروع کار که در یک قسمت بخش امورات اداریش ما هم راشن محول بودم و صحبت میکردم، در هر شعبه که رفتیم فقط بدرقه شدیم، در هر شعبه که رفتیم هم تمجید شدیم و با امرای ما زحمت کشیدن. فقط دریجه از اینا آرزو و خواهش ما است که در قسمت پرداخت قرضهای خرد و کوچک ما کمک بکنند تا سکتور خصوصی بتونه که در امگام و منیس یک دوست نزدیک و کاری با دولت اینا بدانه کار بکنند. چکستاسو خیال وی در افغانستان محصولات در زراعت پر رابطه بانده هغا که مثلا رومی بانجان دی یا نور دغه حاصلات سبزیجات دی زموږ میوې دی، هغه میوې چې موږ خارجي ممالکو ته صادر کو صادرات ولرو، الحمدلله په دې رابطه باندې موږ صادرات لرو او کافی اندازه باندې ساکل د صادراتو لپاره زموږ ډیر محصولات د صادراتو لپاره آماده وو. متاسفانه چې موږ په داسې یو محیط کې قرار لرو چې زموږ خواوشه ګاونډیان کله کله دغسې یو بدنیتي ورته ووایو، تنګ نظري ورته ووایو، په کومه معنا باندې سړی د هغه څخه تعبیر وکړي کله لارې باندې په موږ تاسې باندې. تاسو ګورو چې زموږ ستاسو د زمیندارانو زموږ ستاسو له دهقانانو هغه حاصلات لاسته راوړي چې ټول کال انتظار کړی ورته مریضي هغه ته د واده پروګرام یې همدغه حاصلاتو ته معطل کړی وي او خیر و خیرات د همدغه حاصلاتو ته معطل کړی وي چې ته ودره چې زما باغ ورسیږي بیا به زه دغه کار کوم، بیا به زه واده کوم، بیا به زه پلان مشکل حل کوم. هغه حاصلات چې کله په لاس ورځي حاصلاتو لپاره مارکیټ نه وي، مارکیټ چې کله صادرات کیږي هغه لارې بندیږي، د حاصلات ټول ځای کیږي. دا هغه څه دي چې موږ سخت ځوروي. د افغانستان ملت زور خفګون، د افغانستان د اسلامي امارت زور او خفګون دی. یعنی تاسې یقین ولرئ چې کله کله په دې رابطه باندې چې هلته په وزارت کې مجلس دایر شي او دا موضوع راپورته شي د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو په رنګونو کې چې دی کنه تغییر راشي، زموږ د ګرانو او د زحمت کشو دهقانانو حاصلاتو ته زیان رسیږي، توان رسیږي. هغه څه هغه انتظار چې د ټول کال ورته کړی دی هغه په لاس نه ورځي، دا ضرور موږ باندې منفي اثر کوي او خفه کوي مو، خسته کوي مو. د دې لپاره چې د دغو ټولو ناخوالو څخه د دغو ټولو مشکلاتو نه موږ نجات بیا مومو، د نجات ساحل ته راووزو او هغه دپاره زموږ یوازینی دغه لاره ده چې سردخانې ولرو. په سردخانو کې موږ د افغانستان د دهقانانو حاصلات محفوظ وساتو، د وخت مناسب سره موږ مارکیټ ته عرضه کړو، د دې لپاره چې د دهقان هغه خواري هغه زحمت ضایع نه شي. نو د سردخانو د جوړولو لپاره د افغانستان اسلامي امارت په عموم کې او د افغانستان اسلامي امارت وزارت زراعت په خصوص کې د سردخانو د جوړولو لپاره زیات مصمم دی او زیات فکر دی ورسره. د موجوده چې کوم پروګرام جوړ شوی د سردخانې د افتتاح په باره کې دا زه فکر کوم دوی ته زه بیا هم دواره بیا وایم د خوشحالۍ خبره ده. الله جل جلاله د دوی ته برکات کې واچوي، نور ملت به په دغه باندې قدم اږدي. دغه سردخانو ته چې موږ چاته وایو داسې زړه و نه زړه کېږي راوړاندې کېدای نه شي. او کله چې د دې فواید محضر عام ته راووزي نور چې دی کنه سرمایداران سرمایه کاران په دې رابطه پوه شي، نو انشاءالله امید ده چې راتلونکی کال به بیا د دغسې افتتاحګانو په مراسمو کې که ژوند موږ ته الله تعالی راکړی وو په ډیرو افتتاحګانو کې به موږ تاسو شرکت کوو او بیا موږ هم د وزارت زراعت څخه د نمایندګۍ
په اساس هغه سرمایدارانو هغه سرمایه کارانو ته چې هغوی ته خدای جل جلاله سرمایه ورکړي دي، را دې شي په خلاص زړه باندې، په ورین تندي باندې، په خپل ملت کې د خپل ملت دپاره، د خپلو هیوادوالو دپاره، په خپل کور کې د خپلې پیسې په مصرف ورسوي، حلاله ګټه به هم راوړي، ملت ته به خدمت کړی وي، او د افغانستان ملت او د خلک به په کار باندې مصروف شي. موږ باید د ملت دپاره کار پیدا کړو، او کار چې پیدا کیږي په دغسې مواردو کې پیدا کیږي. د سرک په غاړه کارونه نه وي، کارخانې جوړې شي، اساس جوړ شي، انډسټری جوړې شي په مختلفو مواردو کې. و میفرمایه که ما انسانها و جنیات نیافریدیم مگر برای عبادت خود. لازمی عبادت معرفت است. انسان وقت الله را به شکل درست عبادت کرده میتونه که پروردگار خدا بشناسه. همه انبیا علیهم السلام به خاطر معرفی رب العالمین فرستاده شدند. علاوه از او ما یک رسول باطنی داریم که او را عقل میگن. از دیدگاه اصول فقه یک بحث علمایی را بفهمند. یک بحث خیلی جالب هست. هم الله ذوالجلال پیامبرا را برای معرفی الله ذوالجلال فرستاده و هم برای ما عقل داده. توسط عقل خود ما پروردگار را میشناسیم. یک شاعر خیلی زیبا میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. اگر در یک برگ درخت به شکل درست پژوهش و تحقیق صورت بگیره و انسان در رابطه با او امعان نظر کنه، به الله ذوالجلال و به معرفت پروردگار انسان میرسان. دومین مسئولیت انسان با عنوان خلیفه در روی زمین اعمار زمین هست، آباد کردن زمین هست. الله در حکایتن از حضرت صالح علیه السلام می فرماید که او به قوم خود خطاب می کنه و استعمرکم فیها، از شما الله ذوالجلال اعمار زمین خواسته، شما باید ای زمین اعمار بکنین. الله در دل کوها معادن گذاشته، الله در بطن زمین به انواع از مواد گذاشته، شما در استخراج ازی، شما در کشیدن ازی و شما در استفاده ازی عقل خود به کار بیاندازین. توانایی و نیرویی که الله برتان داده باید او را به استفاده بکنی و کار بیاندازین. بنابری ما مسئولیت انسانی با عنوان خلیفه در روی زمین داریم که برای اعمار زمین با هر آن وسیله‌ای که زمین اعمار میشه از او باید استفاده بکنیم. مسلمان و مؤمن تمام خوبی‌های دنیا و آخرت را می‌خواهد. همه آنچه در روی زمین هست اصلا برای مؤمن آفریده شده. برای کسی که به غیر الله سجده میکنه به او آفریده نشده. برای مؤمن، ولی زمانی که مؤمن مسئولیت‌های خود به شکل درستش اجرا بکنه و ادا بکنه. کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، میگه اصلیت کشورهای همسایه را زمانی میشناسه که منافعشان دیگه در کشورت نباشه. روزی بود که میوه تازید، میوه خشکت به نام کشور همسایه میدن پاکستان، میدن دیگه کشور، با کشورهای اروپا صادرات میشد. الحمدلله شکر امروز همه تولیدت به نام کشور خودت است. برادرای عزیز، صحبت‌ها را خود بزرگا به نوبه خود هر یکی بیان کردن. ما روی دو سه موضوع بسیار خلاصه و کوتاه صحبت میکنم. یک موضوع ما هی است که مسئولیت وطن به دوش فرد ما و شماست. دوستا از ما آزرده نشند. در خراب کردن وطن همه ما و شما سهیم بودیم. اگر شما نبودی برادرتان بود، اگر برادرتان نبود بچه کاکایتان بود، اگر بچه کاکایتان نبود یک قومیتان بود. خو امروز در جور کردن شما ما مسئولیت داریم، هر کدام ما مسئولیت داریم. بدتم کشورهای همسایه نباشیم. اگر کشورهای همسایه جور میکرد 47 کشور آمده بود، پول با تیاره و با کانتینر آورده بود. زمانی که رفتن همه چیز از بین بردن، زمانی که رفتن همه چیز فاسد، همه چیز لیزر زدن.
هیچ چیز بر تو نمونن که شما از استفاده کنه. برادرای عزیز مطمئن باشه کسی که وطن در میته و پس نمیای او نمیره و را گل نمیکنه. وقتی که گل کدنش تصمیم داشت باید گوگرد نمیزد. ازی کده که وطن 10 سال باد جور شوه، ازی کده که وطن 20 سال باد جور شوه، بیا یک دسته با دسته هم بتیم وطن را جور کنیم که در بین سیالای خود سیال شوه. مسئولیت وطن به دوش 3 نفر است. در قدم اول به دوش حکومت، مسئولیت های حکومت در بخش خود است. حکومت باید به سکتور خصوصی سمینار طویل مدت با بسیار پول ناچیز فرصت های بسیار خوب ایجاد کنه و بالخصوص من هم میدانم دوستا قبلا هم صحبت کردین در سکتور برق وزیر صاحب برق با ما وعده کردن برق به سکتور خصوصی واگذار کنن برق قیمت که میشه. تاجر ما که سنگ بالای سنگ میمونه دست پیشونیش از پوشیدن است. خب من میگم تجارت چند نواست؟ یک نما تجارتی است که یک دوست ما هتل جور میکنه، رستوران های مفشن جور میکنه، با میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنه. خب متوجه باشه ما مخالف رستوران نیستم. خب من نظر من این است که اقتصاد یک افغان ضعیف نشه. اقتصاد یک افغان اقتصاد افغانستان است، آبادی افغانستان افتخار افغانستان است. بیایه که ما یک مطل داره میگم هم ثواب دیم خورما دیقان دیقانی خدا میکنم. دیقان همون رومی را کشته که امروز کیلوی 5 افغانی به فروش میرسه. دیقان دیقانی خدا میکنه. دیقان امروز انگورش کیلوی 10 افغانی سیر 50-60 افغانی به فروش میرسه. دیقان ادای مسئولیت کرده میتونه. خویره مطمئن باشه که دیقان یک دانه بیل خریدن میتونه. یک دانه بیل 1000 افغانی است. یک دیقان توان پول یک بیل نداره. او تاجر عزیز، او برادر بزرگوار که تو در ترکیه آسمان خراش جور میکنی، وعده میتی که من در افغانستان کار میکنم، ما را تیر از وعده گوناگونت. تو رقابت داری. بجار برات میگم حاجی صاحب میرویس عزیزی تاجر مطری افغانستان، وعده کردی که من شفاخانه جور میکنم، وعده کردی که من کلینیکا جور میکنم. قربان چویم بیا برادر، با تو گفته دیگه تاجرها را به گوشش میزنیم. یا یک 50 تا سرخانه جور کن. اگر نه چلیچ سرخانید، اگر سرخانید بیکار مان، ما را جزا بده. ما برای تازر هستیم. هر کدام ما در بخش خود مسئولیت داریم. امروز افغانستان سرمایه داره که دنیا نداره. بچه دیقان قسمی که بیشتر استادم یادآوری کردن. بچه دیقان یک دستمال میگره. میگه باش حاصله بگیرم باز بچه بر تو روسی میکنم. او سال حاصلش یا جاله میزنه یا با بسیار بای ناچیز کشورهایی که خودتان میدانه نام گرفتن شما بسیار گفتیم خب مفاد نکرد. خب بازم الحمدلله شکر کی مسئولیت به دوش خود ماست. باید خود ما با پاس تاد شویم. جوانت نیروی کارت سرمایه کشورت است. اروپا و امریکا برای جوان تو که پاسپورت میتا قبولی میتا، او عاشق چشم ابروی جوان تو نیست. او عاشق نیروی کار و فیزیکی از او است. از او باید یک ماشین استفاده میکنه. در دنیا ربات ایجاد کردن. یک ربات بیشتر از یک لک دلار قیمت داره. هر جوان تو که از کشور خارج میشه با میلیون ها دلار سرمایه از کشور خارج میشه. روزی باشه که ما نیروی کار نداشته باشیم. تاجر عزیز بیاد مثلا اینا کار کن. وقتی که چینایی از چین اومده میتونه، وقتی که ترکیه از ترکیه اومده میتونه، تو افغان هستی. ای خود قبرستان نیست که باز مرده تا بیاره نیجا قبر تا گور کنن باز میگه که مرا جنازه ما افغانستان ببر. ای قبرستان نیست. مسئولیت همه ما شماست. وطن انشاءالله روبه جور شدن است. سالانه هاب شرشاری که ما شما داریم 78 میلیارد متر مکعب بیشتر از او در افغانستان تولید داریم. در دنیا یک متریک متر مکعب آب از 1.2 دلار ارزش داره. آب شور است. استادها و بزرگها و مشاور صاحبای جا هستند. ما در گذشته 20 میلیون متر تن آب مصرف نمیکردیم. بقایش بدون مدیریت بدون پاسپورت به کشور همسایه میرفت. آب از ما بود. کشور همسایه ما زراعتش رشد میکرد، اشتغال زایی داشت بود، پس مستلک ما بودیم، خریداری ما میکردیم. یکی از روزا اگر رای ترخم بند میشد در افغانستان قوقا بود. انسان کم بود که از یخن انسان بگیره، قیمتی به اوج خود میرسید. خدا کنه 6 ماه بند شود. اول ما طرفدار بند شدن نیستیم.
ما طرفدار روابط اقتصادی، دیپلماتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هستیم با کشورهای همسایه. زمانی که او منافعش در کشور نباشه، اصلیت خود نشان میده، این مسئولیت ما شماست که باید خود ما با پاس تا چوه. خود ما مسئولیت خود ما ادا بسازیم. هیچ کس نگوید که ما چی کار دارم، مسئولیت فلانی است. نه، هر کس در بخش خود مثل یک دسترخوان واری مفیدیت خود داره. تشکر میکنم از همین تاجر ما کمی جا سرمایه گذاری کردم. با واقعیت برتون میگم بسیار تشکر. در این وطن، در این کشور، در این ولسوالی، در این لب سرک سرمایه گذاری که شده، این وعده برتون میتم که در این پالوش زمین ارزش خود پیدا کرد. اگر زمینش 1 لک افغانی قیمت داشت 2 لک بود، اگر 1 لک دلار قیمت داشت 2 لک دلار شد. در هر جایی که سرمایه گذاری صورت بگیره، ارزش وطن بیشتر میشه. در هر جایی که سرمایه گذاری صورت بگیره، اشتغال زایی بیشتر میشه. اسمم عبدالوهاب الهام، انجینر عبدالوهاب الهام، یکی از اعضای تیم سردخانه سازی آمد ساحل. سردخانه حاضر که شما میبینین از جمله سردخانه هایی است که شرکت آمد ساحل در اواخر کارش تکمیل کرد و با بهره برداری سپرده میشه. امروز روز افتتاح این سردخانه که هست، در حدود ظرفیت از این الا 6.7 تن میوه ظرفیت داره و ما میتونیم انواع مختلف میوه را در فصل های مختلف نگهداری بکنیم. تقریبا زمین عمومی خود سرخانه ما 2 جریب زمین است و پروسیجر نگهداری میوه‌جات که است که از هر میوه فرق میکنه. میوه را ما از باغ باید بگیریم، مستقیم به ساحه میاریم اینجا و اینجا پیکینگ داریم، سورتینگ داریم، سورتش میکنیم، پیک میکنیم. بعدا پروسیجر سردسازی ما از پریکولینگ شروع میشه و با ذخیره سازی در کولد استوریج ها ذخیره میشه و ظرفیتش که گفتم در حدود مکمل سردخانه ما در حدود مکمل سردخانه در حدود 6.7 تن ما میوه را ذخیره میتونیم. عمر میوه ها فرق میکنه، در هر فصل از هر میوه یک عمر خاص خود داره، در سرخانه به درجه خاص نگهداری میشه. اما در مجموع ما میتونیم بگوییم که با ساختن چنین سردخانه ها که نیاز اساسی افغانستان امروز است، ما میتونیم که دهقان خود کمک بکنیم. یک در حقیقت زحمات را که دهقان ما در مدت مکمل سال میکشه، امور ما میتونیم که به طریقه درست نگهداری بکنیم، به نرخ خوبتر از دهقان بگیریم و بر اونا مفاد شوه و در فصلهایی که ما میوه یا بعضی سبزیجات نداریم، از سرخانه های ما بگیریم میوه را با استفاده بکنیم. قسمی که به شما معلوم است که بسیار اکثر میوه‌جات افغانستان در جریان 20 سال وارداتی ما داشتیم و الحمدلله با ساختن چنین سرخانه ما میتونیم که میوه‌جات خود نگهداری بکنیم و بتونیم که دهقان ما را دهقان کمک کرده باشیم و انشالله که ملک به طرف خود کفایی میره با چنین کار. عزیزان جهان، سپاس که تا این دم با ما بودین. شما هم جریان افتتاح این سردخانه بزرگ را در ولسوالی شکردرک توسط تاجر ملی افغانستان، همچنان هیئت رهبری شرکت سردخانه های ریاض مدبر رحیمی ساخته شده بود، شما هم دیدین که بسیار عالی و زیبا ساخته. و همچنان مشکلات عمده این شرکت این است که اینها به برق منظم 24 ساعته ضرورت دارند. امیدوار برای هستیم که شرکت برشنا بتواند به این هموطنان ما امو سهولت هایی که اینها نیاز دارند امو سهولت ها را برآورده بکند، تا باشد که این هموطنان ما مو سرمایه گذاری که کردن بیجا نباشه و همچنان بتوانند دهقین ما را و همچنان میوه ها سبزیجات را اینها نگهداری بکنند، تا ما در فصل زمستان نیز یک سیر یا 7 کیلو رومی را
بتوانیم مثلا به 100 یا 150 افغانی خریداری بکنیم که در سالهای دیگر ما حتی 1 کیلو رومی را به 100 افغانی خریداری میکردیم. امیدوار برای هستیم که در سراسر افغانستان بالخصوص در ولسوالی های کابل همچو سرخانه های میاری ساخته شود تا باشد که هموطنان ما بالخصوص دهقان عزیز متضرر نشند و از این میوه های افغانستان و همچنان سبزی، کچالو، پیاز، رومی، بانجان و همچنان مرچ هر آن چیزی که ما در زمینه های زراعتی افغانستان کشت میکنیم و همچنان برداشت میکنیم اینها را پاکستان خریداری میکنه و در سردخانه های پشاور نگهداری میکنه، بعد از او در زمستان دوباره در کشور ما میاره که مثلا ما 1 کیلو پیاز را به 50 افغانی خریداری میکنیم، قسمی که حالا ما 1 سیر پیاز را میتوانیم به 60 به 70 افغانی خریداری بکنیم. این مسئولیت حکومت است، بالخصوص وزارت زراعت و مالداری افغانستان که در سراسر افغانستان بالخصوص در کشور ما در پایتخت عزیز سردخانه های میاری را بسازه تا باشد که این سبزیجات و میوه‌جات را ما نگهداری بکنیم و همچنان از ضایع شدن این میوه ها و سبزیجات جلوگیری کرده باشیم و تشکری داریم از این تاجران و از این شرکت بزرگ ریاض مدبر رحیمی که همچی یک کار را به خاطر دهقان عزیز انجام داده. شما را به الله پاک بی نیاز بسپاریم، هر جایی که هستین همیشه شاد و خرم و آرام و سربلند باشین. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.